در این بخش برنامه مهمان خیلی عزیز داریم و در رابطه با یک موضوع بسیار خوب و مهم میخوایم صحبت بکنیم. انجینر صاحب مختار شریفی رو با خود داریم و در رابطه با بلوغ کامل و حقیقی انسان میخوایم صحبتهایی داشته باشیم. قبل از همه سلام و صبح بخیر خدمت شریفی صاحب، خیلی خوش آمده، صبح شما بخیر باشه. بخیر باشین، سلام معذر شما و عزیزای برنامه که وقت گرانبهای خود نثار ما کردن و برنامه را تماشا میکنن. تشکر، سلامت باشین شریفی صاحب. در آغاز میخوایم بپرسیم امروز تا چگونه شروع کردین؟ والا امروز نسبتا خوب بود. با یک از خوبیای شمی است که آدم در وضعیت کنونی و حالت کنونی یک پیام مفید به خاطر ناهنجاری های جامعه خود داشته باشه برای مردم، و انشالله که صبح با شما انشالله بهتر آغاز میشه. میخواییم به عنوان یک مقدمه از زبان شما بیشتر در مورد امو بلوغ واقعی و حقیقی انسان و تکمیل شدنش و تکاملش میخواییم صحبت داشته باشیم، از زبان شما بیشتر. چون تعریفی که از رشد میشه در نزد توده های عام و اکثریت دانشمندان، رشد فقط مختص به بود جسمی انسان میدانند. مثلا از لحاظ فیزیکی میگه هرگاه توانایی کار پیدا کردی و از لحاظ بیولوژیکی هرگاه تولید مثل دانستین، یعنی دخترها مادر شده بتونه و بچه ها پدر شده بتونه، بر از اون میگن که به رشد و بلوغ رسیده یا جوان شده. چون اولین ترین نظریه تا این دم که ما داریم و کامل ترین نظریه این متفاوت است، چون نزد توده های خاص ما یک تعریف داریم که رشد بلوغ انسان به چهار سطوح یا چهار محور تقسیم میشه. بله. که هر کدامش عبارت از رشد جسمی است، رشد مغزی است، رشد عقلی انسان است و در نهایت رشد روحی و معنوی انسان است. هر کدام از این باز مورد بحث قرار میتیم انشاءالله. بسیار عالی. حالا امی محورایی را که گفتین شما شریفی صاحب در رابطه با این میخوایم کم بیشتر توضیحات بدین از آغاز تا تکمیلش، امی چهار محور که است. رشد جسمی انسان را که شروعش از مرحله است که به چشم انسان نمیتونه ببینه، در مرحله است که انسان به مایکرومتر اندازه میشه. بله. یعنی یک وقتی است که انسان 50 مایکرومتر می باشه و در بالاخره در مرحله می رسه که وارد این کارزار یا این دنیا یا این سراچه امتحان که میشه، در حدود 2 الی 4 کیلو وزن می گیره. در این حدود امی انسانی که مثلا یک وقت 40 سانتی یا 50 سانتی بوده، بالاخره وارد این کارزار که میشه تا یک حد می رسه که از لحاظ جسمی با 2 الی 3 متر قد میرسه. با همین رقم از لحاظ وزن یک وقتی که 50 مایکرومتر بوده، حالا این انسان با 60 کیلو 70 کیلو نهایت 80 کیلو 100 کیلو هم تو بالاتر وزن میگیرن. این پروسه جسمی، رشد جسمی انسان که از یک پروسه طبیعی و اتومات است، دور از کرامت انسان این وجه مشترک بین انسان و حیوانات است. یعنی به شکل اتومات ما این مواد غذایی را که میخوریم، نان میخوریم، آب میخوریم، ویتامین ها و پروتین های بدن ما، این همی اتومات که میخوریم انسان را به رشد جسمی میرساند. این به این معنا نیست که انسان خودش به این سهم داشته باشه، روی موی خود کش کنه یا پای خود کش کنه یا دست خود کش کنه که به رشد جسمی برسه. این یک پروسه اتومات است که همه انسان ها شامل از این پروسه میشن. این کدام شهکار هم نیستن. مهمترین بخشی که از این بالاتر است رشد مغزی انسان است. که رشد مغزی انسان از امو عبارت از امو کسب آگاهی ها و اطلاعات است که انسان در مغز خود ثبت میکنه. وقتی که هر چقدر آگاهی و کسب اطلاعات و انفارمیشن در مغز انسان ثبت میشه، به امو اندازه انسان به رشد مغزی نزدیک میشه. شروع از این رشد از مرحله ای است که انسان از این دوره ابتدایی که در مکتب شامل میشه، در مدرسه شامل میشه، تا مرحله ای که انسان لسانس میگیره، ماستر میشه، پیجدی و بالاخره پوست پیجبی، اینا همه اطلاعات و معلومات و از ورای مطالعه و تمام برداشت هایی که در مغز ثبت میشه انسان به رشد مغزی میرسانه. رشد مغزی هم خیلی مفید است انسان. تفاوتش با یک شخصی که رشد ندارد، رشد مغزی است که انسانی که رشد مغزی دارد صاحب جهان از اطلاعات است، معلومات است، یعنی جهان از کتاب ها شاید در مغزش ثبت باشه. تفاوتش است. ولی
اگر ما بخوایم که از این اطلاعات، از این معلومات که در مغز ما ثبت است به بهترین وجه استفاده بتانیم، این برمیگرده به رشد عقلی انسان، که انسان این معلوماتی که قبلا ذخیره شده در مغز انسان ایرا به تحلیل بگیره، به تجزیه بگیره، بر پروسس بگیره، بالای از این تحقیق کنه. بعد از تحقیق بالاخره به این نتیجه برسه که یک حرف جدید به گفتن باشه، یک فرمول جدید برای کشف باشه، اختراع کنه، انکشاف کنه. چون رشد عقلی را یه تو تعریف میکنن که رشد عقلی در علوم طبیعی و بشری عبارت میشه به این که در علوم طبیعی عبارت از کشف و اختراع و انکشاف است. این را میتونیم مرحله ابتدایی رشد عقلی بگوییم و بالاترین رشد دهم در علوم معاش که عبارت از علوم طبیعی و بشری است، و در علوم معادم که علوم دینی است میتونه رشد مغزی داشته باشه که صاحب مثلا کسایی که قاری قرآن است، قرآن در مغز خود ثبت میکنن، یا ای که احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم، اینا تا سطحی که تا سطح بلندترین رشد عقلی و مغزی در علوم دینی است که به سطح اجتهاد میرسن. یعنی ما پیرو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و امام کسایی که پیرو امام جعفر و سایر امامای بزرگ هستن، اینا کسایی بودن، این امامای بزرگ، اینا مجتهدین بودن، اینا به سطح آخرین رشد مغزی و عقلی رسیده بودن. و همین رقم در علوم بالاترین رشد عقلی پس از انکشاف و اختراع و حرف جدید، تعلیف جدید، بله، ای است که انسان به شعور سیاسی لازم برسه، یعنی صاحب بیداری و آگاهی شه، یعنی اوضاع و حالت کشور را درک کنه و راه حل مطلوب برشان پیشکش کنه. بله. یا ای به این مانا که همین منابع خدادادی که در طبیعت وجود بله. داره و همین منابع کاری که نیروی انسانی است، اینا را باز بتانه در خدمت مردم خود استفاده کنه، صاحب کالا شوه، صاحب نان شوه، صاحب ایسی شوه، ارکندیشن شوه و صاحب کامرا و تلویزیون خودی ملتا شوه. این برمیگرده به رشد امی عقلی، نهایتش رشد عقلی انسان. با وجود که انسان ها در رشد مغزی هم رسیدن، میبینیم در جامعه خود و در کشورهای صاحب در رشد عقلی هم رسیدن که دستاوردهای رشد عقلی را ماهینه و چشم سر میبینیم که عبارت از که کامری که ما برنامه ما و شما را ثبت دارن، تلفونی که استفاده می‌کنیم، بدون شک، بدون شک، ایسی که اینجا حضور داره، مثال موتوری که ما و شما استفاده می‌کنیم، اینا همیش نمونه های رشد عقلی از اون مردم هستن که اونا کشف کردن، اختراع کردن، ابتکار کردن، چیز نو بر ما تقدیم کردن و ما از او استفاده می‌کنیم. ولی مشکل جامعه ای است که با وجودی که در رشد عقلی هم رسیدن، به رشد مغزی هم رسیدن، بازم تا زمانی که به رشد روحی و معنوی نرسیده این شخص مفید واقع نمیتونه. یعنی ما نمونه های شبیه بینیم، آخرین ترین علم که امروز است، علم در بخش علوم طبیعی، فیزیک اتم است. بله. یعنی اتم را از 8 میلیارد نفوسی که در دنیا وجود داره شاید اندک افراد باشه به این دسترسی داشته باشن. ولی بازم این نتیجه از این علم چی است؟ که تباهی است، بربادی است، کشتار جمعی انسان است. این انسان با وجودی که به رشد عقلی رسیده، به رشد مغزی رسیده، بازم مفید واقع نمیشه، خطرناکتر میباشه. تنها زمان میتونه که به این انسان در تمامی امی ابعاد که گفتیم، در امی چهار محور که گفتیم، مفید واقع شوه که مرحله آخر و بالاترین رشد داشته باشه که عبارت از رشد روحی انسان است، که رشد روحی انسان هم از خود مراحل داره. بله. که پایین ترین مرحله که یا ابتدایی ترین مرحله که در رشد روحی انسان است، ای است که حداقل انسان انسان خوب باشه. بله. انسان خوب علما و مفسرین برحق تعریفش ای است که انسان خوب کسی است که حداقل ضررش به خودش و به کفر مسلمان در طبیعت و به نبات و خلاصه به هیچ کس ضررش نرسه. و بالاترین از این رشد روحی است که انسان با وجودی که انسان خوبتر است، با وجودی که ضررش نمیرسه، در حد توانش مفید واقع میشه، در حد توانش بسهار. کمکش میرسه. و بالاترین از این است که انسان خوبترین میشه. انسان خوبترین اندک افرادی است که به خاطر آرامی خود و امنه خود، بالاخره آرامی ملت خود، بالاتر از ملت خود به سطح جهان،
اینا به سطح بشریت کوشش میکنن از همه دستاوردهای از همه توانایی خود ایثار میکنن و به خاطر آرامی افراد سعی و تلاش میکنن. دیگه اینا بر آخرین اوج رشد روحی است. بسیار عالی. شریفی صاحب از چهار محور صحبت کردیم و از چهار محور شما یاد کردین، گفتین که رشد جسمی یک رشد طبیعی است، طبیعتا آدم رشد میکنه، اما فکر نمیکنین که این رشد مغزی و این رشد عقلی و این رشد روحی به دست خود انسان هست و انسان میتونه خیلی خوب ایره سایقل بکنه و خیلی خوب کار بکنه. تاثیرات مثبت و تاثیرات منفی چه میخوایم از زبان شما بشنوم؟ اگر کسایی که نمیتونن استفاده بکنن چه تاثیرات منفی، کسایی که استفاده میکنن چه تاثیرات مثبت داره؟ بسیار خوب. نمونه هایی از این میان و از چند رشد که شما یادآوری کردید با چشم سر عینن تماشا میتونید. از این ملت هایی که به رشد مغزی و عقلی رسیده امروز از لحاظ مادی و آسایشی یک زندگی مرفه و آرام دارن، از لحاظ از این که اونا موتر دارن، مثلا خانه خوب دارن، مثلا کالا دارن، نان دارن. و ملت هایی که مردم هایی که فاقد از این رشد هستن امروز متاسفانه که در عدم از این امکانات به وجود میارن. مثلا ما اگر بخوایم کسایی که واقعا میخوان برشت به مو مرحله درست و واقعیش برسه، برشت مغزی و عقلی، اینی خیلی مشکل است که یک نفر به تنهایی خود به این جایگاه برسه. ملت هایی که امروز این جایگاه رسیدن بر از اینا زمینه سازی شده، یعنی رهبرای دلسوز بودن، دولت مردای دلسوز بودن که اول خود را از اینا به این جایگاه رشد رسیدن، بالاخره زمینه را بر ملت ها و مردم های خود فراهم ساختن. یعنی ما خیلی کسایی داریم، مثلا استعدادهایی داریم در وطن خود، مثلا اطفالی هست که از پیچکاری مثلا اسکواتور جور میکنن، مثلا افرادی هست که تیاره جور میکنن، ولی رهبر دلسوز باشه، زعیم دلسوز باشه که بر از اینا زمینه را مساعد کنه، اینا را داغوش بگیره، همه استعدادهای از اینا را رشد بده تا بالاخره که باز ما هم در اون جایگاه قرار داشته باشیم. متاسفانه این امکانات ما نداریم و در دیگه دنیا هم تو اکادمی های وجود داره، هم تو مراکز وجود داره به خاطر رشد استعدادهای از اینا، یعنی زمینه را برشان سر. ما ببینید در رشد مغزی هنوز مشکل داریم، پنتونای خود ببینیم، بله، ما شاگردا در املا و انشای خود مشکل داره، یعنی و مو آثار و مو میتود را که میخوانن شاید از نیم قرن پیش باشه، از یک قرن پیش باشه، اونمو را به شکل دوپلیکیت کپیش که از جای یاد گرفتن اونمو را برای مردم تلقین میکنن. دیگه حرف جدید به گفتن ندارن، تألیف جدید برای گفتن ندارن. یعنی برمیگرده به این که ما در این وضعیت قرار داریم، ما در این وضعیتی که قرار داریم متاسفانه نه به رشد مغزی درست رسیدیم، نه به رشد عقلی رسیدیم و امو برنامه پیام رشد روحی هم که پیش نزد ما و شما است که رشد روحی میدان کارزار قرآن و حدیث است، متاسفانه به رشد روحی هم نرسیدیم و در همین وضعیت قرار ترنوی قرار داریم. بسیار شکر شریفی صاحب، شکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و به عنوان آخرین پرسش میخواییم که همین صحبت ها رو یک جمع‌بندی کلی بکنیم و پیام تان داشته باشیم برای مطلب. تشکر از شما. خب اوتی یک موضوع است که تمامی کشورها را وقتی که ما و شما میبینیم بررسی میکنیم، هر کشوری که امروز مرفه است، مثلا توسعه یافته است، ملت هایی که امروز بیدار است، آگاه هستند، اینا همیشان در نتیجه هستند که برشت و بلوغ حقیقی رسیدن. باز هم متاسفانه در یک خلایی که از بود رشد روحی است وجود داره، مثلا با وجود که اونا تمام امکانات مادی دارن، باز هم مثلا سکون و آرامش ندارن، مثلا باز هم تعدی است، مثلا باز هم انواع تعصب است. یعنی ما یک ریسرچ ما خواندم، سالانه 8 میلیارد دلار در امریکا مصرف میکنن به خاطر جلوگیری از استرس، به خاطر جلوگیری از استراب و دپریشن. یعنی اینا در اون نارامی بسر میبرن. مثلا در پارکای کنجا میرن، شما اگر در انترنت هم ببینین کلان نشته است نو داکس نو مکسیکن نو بلکس، مثلا اینجا یعنی تبعیض به این حد هست که سیاپوستا داخل نمیتونه باشه،
فکرت است اینا را در جایگاه قرار میده، یعنی تعصب به این حد است. عدالت انصاف که به اون معنای حقیقیش باشه وجود ندارن، اونا را به بهانه های مختلف مثلا استثمار میشن، پول هایشون به بهانه تکس مالیات و پس امیر خم گرفته میشن. باز هم با وجود که در اون امکانات فراهم شده برایشون در جایگاه رشد عقلی و مغزی رسیدن، باز هم در فاقد یا در عدم رشد روحی هستن. نیاز است پس در وضعیت کنونی ما که حداقل اگر دولت تمی زمینه را برای ما شما فراهم نمی سازه و همی زمینه سازی نمیشه، به این معنی هم نیست که ما دست سر دست بانیم و همه تو آرام باشیم. ما هم میتونیم در حد خود همی زمینه ها را برای خود زمینه سازی کنیم، یعنی ما سهولت هایی که امروز داریم، مثلا ما میتونیم انترنت چون همه اکثریت افراد ما دسترسی دارن، میتونن که چند حرف تحقیق کنن، پژوهش کنن، چند حرف پولوی هم قرار بتن، بالاخره یک حرف جدید به گفتن داشته باشن. و همین رقمی که رشد روحی متاسفانه پیامش پیش ماست و تمام دنیا در این خلا وجود داره، تحقیق کنن، یک میتود درست پیدا کنن، یک مربی درست که واقعا خودش با خود و با خدا آشنا باشه، با پای از او زانو بزنن، بالاخره به می جایگاه خدا برسونن. بسیار عالی، قلبا سپاسگزارم. که دعوت ما رو پذیرفتید. سلام علیکم. تشکر.